سلام به کانال یوتیوبی من خوش آمدین. نسرین هستم، این بار از شهر زیبای میلان. ایتالیا خوش آمدی. نگران اوت کلان خیلی نه بازه شد تا از ما بری جا منده. ما آمدنی همچین داستانی را داشتیم، فقط باید بیشیرم دایتان تعریف کنم دیگه. کافشنهای گنده را باید گوش نیند، خدا گوش نیند، بگردین دنبال رستوران و مکدونالد. من که اجازه ندارم قضای سرخ کردن یک مدت تو بخورم و فقط بعد یه بار آب پس بدم، مغازه چینایی ببرم، سالاد بدم و بعد دایی ببین چجوری اینا می اوپس نگاه شاده. اینقدر گرمه، ما اولی کار کردیم چمدان رو کافشنا رو گذاشیم داخل چمدان. الان درام میریم ماشین رو که کراکدیم تحویل بگیریم. از همین خود فرودگاه ما ماشین بک کرده بودیم دیگه، اینجا وایسی ماشین رو تحویل بگیریم. گفتن بیا این جلوی در شماره 16 بریم. ما ماشینی رو که کراکدیم میاد دم فرودگاه. اینجوری نفره که ماشین کراکدنه میگیرن میبره پیش شرکت و اونجا ماشین دیت میده. باحال نیست؟ تو تا هم اونجا هست. چرا من انقدر از این سیستم حال کردم؟ با حال بود آمد همینجوری اپولن ما کردن. آره نگاه این ماشین ها همینجا پارک میرن داخل خود فرودگاه، خود فرودگاه میان میگیرن، بعد میان اینجا ماشینی رو که رزرو کردی تحویل میگیری. عزیزان باید بگیم متاسفانه ماشین برای ما ندادن، با اینکه ما از قبل از خود آلمان بوک کرده بودیم. آمدیم بهانه آوردن که گواهینامه خواهر من یک سالش تکمیل، دو سالش یا یک سالش تکمیل نشده و برای همین دما ندادن متاسفانه. با اینکه ما پولش رو پرداخت کرده بودیم، ماشین هم انتخاب کرده بودیم، گفتن که نمیتونیم بتیم. ما اتفاقا اعتراض هم زدیم که خب یعنی چی؟ ما را اگه قرار بود ندین از اول میگفتین، فقط از ما معذرت خواهی کردن. چون ما اتریش هم رفتیم، خواهر ماشین کرا گرفته بود و کل نما مسافرت رفتیم، ما ماشین کرا کردیم، هیچ این مشکلی با گواهینامه نداشتن. ولی اینجا متاسفانه این شرکت غنت 24 نما نداد و ما مجبور شدیم با اتوبوس بریم طرف هتل. اینجا هم که میتونی میبینین ما داخل اتوبوسیم که بریم سمت هتل. و البته که خیلی
بهتر شد از خیلی لحاظا، راحت تر رفتیم و آمدیم بدون استرس. واقعا ایتالیا هم رانندگی یک کمکی بیقانونی تر بود نسبت به آلمان. نمیدونم چرا ما همش به آلمان مقایسه میکنیم، ولی در کل ماشین نشد، نشد دیگه. رسیدیم سنترالیا مرکز شهر. یه زمانی من و آقای اینجا رو شارانده بودیم، هر روز ما هم اینجا بودیم، نزدیک کمپم بود، بعد با هم دیگه همه هایی میکردیم، اینجا میامدیم باز از اینجا میرفتیم. از اونجایی که ما خیلی خسته ایم، درام واقعا یکم اذیت شدیم به خاطر داستان ماشین و اتوبوس و همین حرفا، میریم ما الان فقط میخوابیم و بیرونم نمیریم تا فردا. من همینجا با تون خدافزی میکنم تا فردا که صبح زود اینا رو از خواب بدار کنم. الان بریم دوش بگیریم، استراحت کنیم. آبجین داره چکین میکنه که اتاق بگیریم و بریم. همه بیدارید؟ باید استوری کنم به بچه ها اطلاع بدم. و بله، ما روز دوم سفرمان به کشور زیبای ایتالیا، شهر میلان، خواهرم و دوست ما کت خود گرفته، آمدیم به منطقه چنترال میلان. چنترال یا همون سنترال یا همون مرکز شهر، همون مرکز راه آهنش که واقعا بزرگه، خودتان زیبایی هایش هم میبینین. آدم بخواد مقایسه کنه با مرکزهای شهر یا همون راه آهن های بعضی از کشورهای دیگه، واقعا به نظرم خیلی خاصه، مثل یک موزه میمانه. واقعا هر طرفش، دیوارهاش، سقفش، بیرونش یک زیبایی های خاصی داره که خب کشور ایتالیا به همین باستانی بودنش مشهوره دیگه. کسی هم که میره واقعا برای دیدن همین زیبایی ها و همین عظمت میره. بریم یکم بیشتر ببینیم و من هستم در خدمت شما. نظرتان در مورد چنترال؟ خیلی قشنگه نه؟ خیلی قشنگه، خیلی هم خوش میگذرم. خیلی خیلی خوش میگذرم. فقط خود ما میدانیم موضوع چیه. گوش نه. یعنی بریم بالا، بریم بالا رو میکنم نگاه کنیم بعد بریم. یعنی هر چقدر بخوایم از قشنگی های چنترال میلان بگم براتان کم گفتو، هر زاویش یک عالمه حرف و یک عالمه پس زمینه برای عکاسی و فیلم برداری داره. باید بگم که ایستگاه راه آهن شهر میلان در 3 کیلومتری شهر دومو قرار داره که روزانه بیشتر از 320 هزار مسافر را جابجا میکنه و همچنین روزانه بیشتر از 500 قطار در روز از این محل یا از این چنترال یا از این راه آهن به اطراف و اقصی نقاط کشور ایتالیا مسافرم میمرم و میارم. این قسمت هم که الان پشت سر من میبینین دیگه، خب بازم همون بانوف یا همین چنترالش دیگه که شلوغه. ایستگاه قطار که سفرهای خارج از شهری اگه بخوایم بکنیم، مثلا از میلان بخوایم بریم روم یا هر شهر دیگه ای، از اینجا میره. و بله واقعا آثار باستانی. تازه اینجا میلان هم و من مطمئنم که روم خیلی باستانی تر و قشنگ تر از اینجا هست. خیلی خوشگله اینجا. و قابل ذکره که ایسکا در سال 1931 تأسیس شده
که به تمام خطوط راه آهن ایتالیا و ایستگاه راه آهن برن، ایستگاه ژنو و ایستگاه راه آهن مرکزی زوریخ نیز متصل می باشد. هدف اینجاست. وای دومو اسمش رو داشته باشید. میلان آمدین حتما برین. برین قطار آمد. بهترین شهر را، قشنگترین، ثروتمندترین، باستانیترین، پر از جاذبه های توریستی و دیدنی شهر میلان. من سال 2013 یا 2014 برای چند سال اینجا زندگی کردم. تمام خاطراتم با قادر آقای محمد جلوی چشمم. خیلی خوشحال بودم. نمیخوام بهتون پر حرفی کنم، فقط بریم و با همدیگه ببینیم و لذت ببریم. بریم که به ایتالیایی میشه میلانو. دومین شهر پرجمعیت ایتالیا که در مرکز ناحیه لومباردو در شمال کشور قرار داره و باید گفت که میلان یکی از شهرهای پیشرو جهان در زمینه‌های اقتصاد، هنر، مد، آموزش، حمل و نقل و سرگرمی می باشد. پیتزریه رستوران ایتالیانو میلانو پریگو. خب بحث شکم داغه دیگه، میخواییم بریم اینجا غذا بخوریم. بریم؟ گشنه ها؟ حمله بریم داخل بریم یا بیرون بشینیم؟ بیرون سرده. بیرون سرده؟ بریم. چی بخوری؟ مکارانی. آه؟ سگانیا. خب میتقی همه رو با هم نخوب. اگر خوش شما رو میرون پیتزا. پیتزا صفحه اول. چه خوشگله اینجا با دو تا همسفر آمده و مسافرت که طاقت گشنگی و تشنگیشان زیر صفره. به معنی که گشنه میشن اخلاقا سگی، اخلاقا واقعا سگی. صد رحمت به خود من. الان هم آمدیم غذا سفارش بدیم بخونیم، جای شما خالی، تا ببینیم که چطور پیش میره. خیلی تعریف پیتزا و پاستا های اینجا هست، برای همین ما آمدیم یک دانه پیتزا بگیریم، یک لازانیا بگیریم، یک دانه مکارانی یا پاستا لازانیا پیتزا. از همش تست کنیم ببینیم کدومش خوشمزه تره. قرارک؟ سر نکدی خورم مستقیم مکدونات. در اینا اگه چاره شما نشد مستقیم مکدونات. غذای داغ سفارش دادم، بعدیش همینه دیگه، باید منتظر باشیم تا آماده بشه. گوشنه بودن گوشنه تر شدن از بوی غذا. اونو نان خشک بخورین فعلا. اینا گوشنه. چقدر لازانیاش کمه و زشته، با کارانیش ولی خب قابل خوردنه. روشه جون گشنه ها. غذا را هم خوردن دیگه، انشاءالله که خوشخوی شده باشن و بریم بگردیم دیگه. خلاصه تمام قسمت های این شهر میلان زیبای زیبای است. بریم تو، بریم اینجا تومی؟ بریم. چی میخرید؟ کیف، کفش، لباس، سکوتونو همیشه خسته را بخیز.
زشت بگیر، جست بگیره، عکس بگیره. کلیسای جامع میلان یا به ایتالیایی دومو دی میلانو که باید بهتان گفت این کلیسا پس از کلیسای سان پیترو دومین کلیسای بزرگ ایتالیا و سومین کلیسای بزرگ در جهان محسوب میشه. آغاز ساخت این کلیسای عظیم سال 1386 و پایان ساخت سال 1965 میباشد. این بنای زیبا که به مدت 582 سال ساخته شده و زندگی سنگ تراشان، معماران و کشیشان زیادی را در خود دیده است، همکنون یکی از زیباترین بناهای معماری جهان و یکی از جاهای دیدنی ایتالیا و از جاذبه های شهر زیبای میلان محسوب می شود. بنایی که می توان آن را در قالب چهار کلمه عظیم، سفید، آراسته و غیر عادی توصیف کرد. این صفحه که میبینید که تا ناکجا آباد رفته، باید استاد شدیم که بریم داخل و اگرم بخوایم بریم بالا هم همچنین که ما ترجیح میدیم بریم بگردیم. قشنگیش از پایین هم معلومه. ما چی گفتین؟ بریم. 100% که جای دیدنی و قشنگ زیاد دارم. یکی از جاهایی که یاد خودم هم هست کاستلو هست یا همون قلعه که اون ته اون بره که اونجا را میخواییم بریم. برای همین میخواییم تمام جای قشنگ و دیدنی را و پا به اصطلاح بریم که بیشتر ببینیم، بیشتر آشنا شویم. از اون خاطر دیگه وقت ما را در صف اونجا هدر ندادیم متاسفانه. جای کسایی که نیستن خالی و کسایی هم که آمدن میدانن که اینجا واقعا چقدر حس خوبی داره. و همچنین در مورد میلان باید گفت که میلان پایتخت مد جهان که در میان این خانه های مد میتوان از پرادا، آرمانی، ورساچه، دولچه گابانا، میو میو و خیلی از برندهای دیگر اشاره کرد. هفته مد میلان که یک رویداد نیمه سالانه هست از سال 1958 برگزار میشه و یکی از چهار هفته مد برتر دنیا حساب میشه. برتان نشد ولی من با خودم لباس و کفش ازارگی ما آوردم که در این منطقه قشنگ برم بپوشم و عکس و فیلم بگیرم. الان میخوام در این گوشت پارچه به چیزی الان یک کارش بکنم و اینجا بپوشم. یک فلش بک بزنیم به قبل از سفرم. باید دهتان بگم شبی که من فرداش می آمدم به طرف ایتالیا، یک دفعه تصمیم گرفتم که من می خواهیم یک لباس مقبول در ایتالیا بپوشم، یک لباس هزارگی. که رفتم سر کمدم دیدم به به یک لباس قدیمی دارم و یک لباس مدرن جدیدتر. این دوتا رو با هم دیگه تلفیق کردم و یک چیزی که از نظر خودم واقعا خوب در آمده در آوردم دیگه. دیدین که چی کارش کردم؟ از اید از و قیچی کردم و دهی دختم. باز با هم دیگه میریم نتیجهش هم میبینیم و عرضم به حضور شما که اینجا واقعا هم از کار آمدم خستهیم هم شبم، ولی به عشق ایتالیا و به عشق لباس هزارگی سنتی خودمان نشستم و این لباس دختم. خیلی خوب شده، بریم ببینیم. حتما برای من کامنت هم در زیر پست بنویسین که آیا از نظر شما لباس من خوب شد یا نه. واقعا کاری که آدم خودش با دست خودش انجام میده یک کیف و یک مزه دیگه بر آدم داره. قبول دارین یا نه؟
ببین بخاطر شما ما چقدر زحمت میکشم. ارزشش داره ولی. ببین با این صندلا مگه میتونم رو برم؟ قرار بریم مکدونالد اونجا با من لباسامو اونجا عوض کنم، لباسامو عوض کنم. خیلی تشنه میام. همه چیزی که اینجا فکر می‌کنم خوبه بریم مکدونالد کافه بخوریم. دیروز که اومدیم یک سر ما رفتیم و کافه‌اش خیلی چسبید. دوباره می‌خوام بریم. کی بریم بستنی بخوریم؟ جلاتو آخر شب. بستنی افتاد برای شب. گفتم داخل دشتی لباس همه سریع عوض کردم. یه بند خودم تار منتظر من گوشوارا پیش کیه؟ پیش چیه؟ رو گوشوارا دوباره بندازم اکس فیلم باش تموم شد. بشینیم بزنیم بر بدن، واقعا خسته ایم. بزنید بر بدن کافتانه خسته ها. خب کافه را زدیم آمدیم بیرون و نظر مرا این گلای خوشگل گرفت. او چه کوچه با مزه ای. و بله رستوران ها و کافه بار و هرچی برند لباس و کیف و کفش که میبینید. خیلی دوربین وایت بود برش داشتم بودتون میبینید همینجا هست و گران ولی قشنگ زیبا لذت میبریم از دیدنشان. همیشه هم شلوغه. کجا میرین؟ برموسو خب اینم سمت چپ یا راست کلیسا دیگه. اینجا دیگه خیابانه که پاساژا و اینا هستن. مثلا اون قسمت که پیشتر بودن برندا بودن، الان این ور مثلا فروشگاه مثل هائم و زارا و برشکا و اینا. بریم ببین ما برشکا هامبورگ خیلی نداریم، میخواییم بریم اینجا برشکا هائم اینا که همویه. بریم فروشگاهی که مخصوص خود ایتالیاییه. بریم
به کاستلو، قلعه سلطنتی میلان. به به، چه زیباست، همه چیز اینجا زیباست. از روی رین قطار نرفت و اینا دستور نیست. الان آمدیم یکی دمو از این بنده فروخت. ببین 3 تا بند 2 یورو دادم، فکر کن با چه قشنگه. عظمتش تو چشم معلومه، شما در دوربین نمیبینید. وای بچه بیم بشینین با این آب عکس بگیریم. بودو ایتالیا باشه، میلان باشه، شورشور آب، قصر کاستلو، آبجی باشه، فاطمه جون باشه، چطور خسته یه؟ ولی ببین اینا خسته شدن، گوشته شدن. من اینقدر ایتالیا برم پر از خاطر است، مخصوصا میلان، که اصلا خستگی رو نمیفهمم. پای ما مگه درد بگیره صدایم در نمیاد. بریم داخلش. این قصر زیبا که یکی از جاذبه های توریستی و دیدنی شهر میلان هست که واقعا عظیم هست و حتما دهتون پیشنهاد میکنم که به شهر زیبای میلان رفتین برید و این قصر هم حتما ازش دیدن کنید. در پیاتزا کاستلو شماره 3 در میلان ایتالیا قرار داره که میشه گفت در شمال ایتالیا است. و این قصر در قرن پانزدهم ساخته شده که باید گفت که حال در زمان حال شامل چندین موزه و مجموعه های هنری می باشد. خلاصه ما رفتیم داخل این قصر، خیلی حال و هوای خوبی داره. از جاهای دیدنیش ما هم دیدن کردیم، برای من که کلا مروری بر خاطرات بود، ولی در کل هرچی از زیبایی های ایتالیا میلان بگم کم گفتم. حتما اگه تا حالا سفر نکدین به کشور ایتالیا، در برنامه های زندگیتان قرار بدین. در ویلاگ های بعدی میبینید که ما دیگه کجا میریم، دیگه کدام شهرهای میلان میریم، ولی فعلا با ما همینجا همراه باشین. گشت و گذار ما در قصر کاستلو دیگه ببینید دوباره شب شد، همه جا قشنگ تر شد. بقول آبجیم شبیه اتریش شد اینجا. Thank you.
کی عکس میگیرم فیلم میگیرم مگه سیر میشه آدم؟ هر گوشش یک قشنگی، هر گوشش یک تازگی، هر گوشش یک چیزی. وای خیلی خوبه. یارای من گم کرده. ساعت 8:30 شب و مغازه های اینجا تا ساعت 10 بازه. یک شلوار انتخاب کردم، خوش کردم. وای بریم حساب کنیم بخریم و بریم صندوق تو آوتا. چقدر خوبه ولی اینجا تا 10 ساعت تا ساعت 10 بازه همه جا. تا ساعت چند بازین؟ گفت تا ساعت 9. بازم خوبه، انقدر خوب ایتالیاییم یادم میاد، راحت با ایشون صحبت میکنم. جالب آوا، نه یادم نرفته. آقا باز کن دیگه، آسه آسه ریسه ریسه بی تو قلبم. ما اینا مال همینجا بودیم، فکر کردیم بالا حساب بکنه، رفتیم بالا. بچه ای ترانوی شبا خیلی حال میده ها، تجربهش کردیم. هسته ها یک ساعت دیگه برسیم خانه گوشته ها.